ما می خواهیم کشورها برای بازگشت به شرایط زندگی عادی رویکردی گام به گام در پیش بگیرند، اما در این حال در این کار عجله نکنند تا جلوی موج جدید شیوع کرونا و اعمال قرنطینه های بیشتر را بگیرند، اتفاقاتی که می تواند ضربه بزرگتری به جان مردم و اقتصاد کشورها بزند. انتخاب بین بد و بدتر در میانه ترس از بیماری و وحشت از بیکاری. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا زمان کاهش محدودیت هاست یا این بازی با جان آدم هاست؟ این سوال رو از یک ویروس شناس و یک اقتصاددان میپرسیم. همچنین در برنامه امشب تلاش آمریکا برای دائمی کردن تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، دولت ترامپ میخواهد با استفاده از برجام تحریم های سازمان ملل را برگرداند. ما هنوز در مرحله شیوع هستیم، هنوز به پیک حادثه نرسیدیم، به اینکه هر کشور بر خود یک مونده. ادامه محدودیت ها برای کنترل کرونا در افغانستان تا پایان ماه رمضان. وزیر صحت هشدار داده اگر مردم رعایت نکنند بحران کرونا تا 3 هفته دیگر به اوج میرسد. و برگزاری مسابقات ورزشی در وانفسای کرونا. نیکاراگوئه یک تورنمنت بزرگ بوکس برگزار کرد با حضور هزاران تماشاگر. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. جهان زخم خورده از کرونا، آرام آرام در حال کاهش محدودیت هایی است که میلیاردها نفر را خانه نشین کرده. در آلمان، اسپانیا، ایتالیا و چند کشور دیگر کم و بیش حرکت هایی برای بازگشایی محدود کسب و کارها شروع شده. در بریتانیا بعد از 3 هفته نخست وزیر در انظار عموم ظاهر شده. او که خود ضرب و شست کرونا را دیده میگوید نباید بیگدار به آب زد. هنوز چندان خبر از برچیده شدن دامن ویروس کرونا نیست و اجماع جهان بر این است که باید همچنان احتیاط کرد. به عبارتی گرگ کرونا در کمین است ولی آذوقه منزل در حال تمام شدن. در این صورت آیا نیازهای اقتصادی کشورها را به کاهش محدودیت ها سوق داده؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از سیاوش اردلان. 16 فروردین. این همان مردمی هستند که تا 3 روز پیش از آن در یک 13 بدر تاریخی توجیه شدند که خانه بمانند. این هم کاملا مردود و غلط. اما دولت ایران برنامه‌های خودش را داشت. از سرگیری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی با تاکید بر موازین بهداشتی. نامش را فاصله گذاری اجتماعی هوشمند گذاشتند و گفتند اقتصاد و سلامت هر دو به یک اندازه مهم هستند. هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکل‌های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا و قابل پیاده کردن است. این سرآغاز روندی بود که مشابهش در کشورهای دیگر تکرار شد و شاهد بازگشت دوباره مردم به سر کارهای خود و به خیابانها بود. دولت پاراگوئه گویی با عبارت سازی‌های الهام گرفته از دولت ایران نام مرحله جدید را قرنطینه هوشمند گذاشت. در اسپانیا بعد از 6 هفته برای اولین بار کودکان از خانه بیرون آمدند. حرکتی نمادین برای کشوری که از بحران کرونا تجربه تلخی را می چشد. اما قرار است بازگشت به شرایط عادی بسیار محتاطانه و آرام آرام باشد تا موج دوم ویروس کرونا که همه بیمش را دارند حمله نکند. ما باید خطر موج دوم رو درک کنیم، خطر اینکه کنترل از دستمون خارج بشه و شیوع ویروس دوباره شتاب بگیره که نه فقط خطر مرگ و میر داره که باعث فاجعه اقتصادی هم خواهد بود. نخست وزیر ایتالیا نیز دیروز جزئیات چنین بازگشتی را برای مردم رنج دیده کشور پس از 7 هفته قرنطینه شرح داد. به این ترتیب در ایتالیا مدارس بسته میمانند و کارخانه هایی که در کار صادرات و عمران هستند از امروز شروع به کار می کنند. مدارس و مراکز آموزشی هنوز در بیشتر نقاط دنیا تعطیل هستند. هرچند جمهوری چک از امروز دانشگاه ها را بازگشایی کرد و درهای بعضی از مدارس شهرهای بزرگ چین هم برای دانش آموزان باز شد. فرانسه قرار است فردا جزئیات بازگشت به شرایط عادی را در مجلس به بحث بگذارد. و در سوئیس کسب و کارهای کوچک چند روزی است که فعالیت را از سر گرفتند.
در آمریکا هنوز این اتفاق نیفتاده و صاحبان کسب و کارهای کوچک قشری از معترضان به قرنطینه را در نقاط مختلف دنیا تشکیل دادند. کسب و کارهای کوچک زیادی هستند که دارن ورشکست میشن. هر کی میخواد خونه بمونه بمونه، ولی اقتصاد را نخوابونید. در برزیل مسئله بازگشت به سر کار به دعوای سیاسی و حتی ایدئولوژیک بدل شده. فرمانداران شهرهای برزیل سفت و سخت قرنطینه کردند و ژایر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل میگوید ملت به خیابان بریزند و علیه این مقررات اعتراض کنند. انتخاب بین بیماری و بیکاری، اقتصاد و سلامت یک انتخاب سیاه و سفید نیست. هیچ دولتی رسما نمیگوید یکی را به دیگری ترجیح میدهد. همه به دنبال راه‌های بینابینی هستند که نه اقتصاد بخوابد نه سلامت مردم به خطر بیفتد. گاهی شاید این تلاش مثل بازگشایی امروز کارخانه فولکس واگن، بزرگترین کارخانه خودروسازی جهان در آلمان، جواب بدهد، ولی همیشه انتخاب‌های بینابینی عملی نیست و نتیجه‌اش چنین تذکرهایی از طرف مسئولان بهداشتی است. کماف سابق این بیماری که بسیار رفتار خطرناک محیطی خودش نشون میده میتواند منجر به بروز موارد ابتلای جدید باشه. همونطوری که من الان در آمار اشاره کردم، تعدادی بیمار جدید در مراکز درمانی ما بستری شدند که نشان دهنده سیر مستمر و علت دوام این بیماری در شهر تهران است. اگر دولت‌ها فقط مردم رو ولو به زور مجبور به ماندن در خانه کنند، نتیجهش در کشورهای فقیر مثل اینجا در نیجریه حمله به کاروانهای کمکهای غذایی توسط جمعیتی گرسنه می شود. اگر هم کلن دولت ها قرنطینه را نادیده بگیرند، نتیجهش وضعیتی مانند بلاروس است که دولت اصلا قبول ندارد کرونا یک مشکل است و قربانیان این بیماری جز آماری نامعلوم بیش نیستند. سیاوش اردلان، بی بی سی. جورج لومونسوف، ویروس شناس در مرکز جان اینس نوریچ از همین شهر در بریتانیا با ماست. آقای لومونسوف، شما چند روز پیش مطلبی نوشتید و گفتید که باید زودتر اعمال محدودیت‌های سراسری انجام می‌شد. الان درباره برداشتن این محدودیت‌ها چی فکر می‌کنید؟ بله، قبل از هر چیز عصر شما بخیر. من درست همیشه فکر میکردم که اگر قرار باشه که محدودیت ها برقرار بشه، بهتره که هر چه زودتر برقرار بشه، برای اینکه معنای اون این هست که بعد میشه سریعتر اونها رو هم کنار گذاشت. ولی خب به هر حال ما الان اینجایی هستیم که هستیم و در شرایط کنونی باید ببینیم که چطور میتونیم به بهترین نحو از این وضعیت لاکداون یا قرنطینه خارج بشیم، چون طبیعیه که هیچ کس نمیخواد که تا ابد در این وضعیت باقی بمونه. حالا چه کار میشه کرد؟ ما میتونیم به صورت تدریجی محدودیت ها رو در برخی مناطق کمتر کنیم. بعضی از کشورها دارن تلاش میکنن همین کار رو میکنن. راه های مختلفی هست. مثلا امروز شنیدم که در استرالیا دارن از یک سری اپلیکیشن ها، اپ هایی در تلفن های هوشمند استفاده میکنن که ببینن آیا مثلا یک فرد در فاصله زیادی نزدیک به فردی که مبتلا شده قرار گرفته. این یکی از ابتکارهایی است که ازش به اصطلاح رونمایی کردن. ردیابی افراد مبتلا هست و هشدار به دیگر شهروندان. به هر حال در مورد همه این موارد خیلی مهمه که ما بدونیم که ابتلا و گسترش ویروس داره چطور ادامه پیدا میکنه. بنابراین تست کردن، آزمایش کردن خیلی مهمه که همچنان ادامه پیدا کنه. بنابراین وقتی که شما قرنطینه رو عملی میکنید یا کمش میکنید، باید بدونید که تاثیر اون کم کردن قرنطینه روی موج افزایش ابتلاها چطور خواهد بود. راه‌حل های دیگری میتونه وجود داشته باشه. مثلا میشه بخش هایی از فعالیت ها رو، فعالیت های اقتصادی رو مثلا آزاد کرد، مثل بخش های ساختمانی. من میدونم که مثلا فولکس واگن شروع کرده که خط تولیدش رو تا حدی دوباره برقرار کنه و اینو میشه تا حدی مدیریت کرد. یعنی اینکه تراکم کارکنان، همکاران، کارگران خیلی زیاد نباشه، فاصله شون از هم حفظ بشه. در شغل هایی که دفتری هستن، خب همه با هم سر کار نرن، درصدی از کارکنان از خانه کار کنن. طبیعتاً بعضی دولت ها در بعضی حیطه ها نمیشه این کار کرد، باید بررسی کرد. راه های مختلفی وجود داره که
بشه فعالیت ها رو از سر گرفت تا حدی، اما نکته اساسی اینه که شما پیامت های این تصمیم خودتون رو بتونید مانیتور کنین، بتونید بررسی کنین، این به اصطلاح موج دوم بهش توجه بشه، برای اینکه ممکنه به یک باره موارد شما موارد ابتلا با سرعت زیادی افزایش پیدا کنه. بله. بسیار خوب. گفتید موج دوم، اگه کوتاه جواب بدید خیلی ممنون میشم، وقتمون خیلی محدوده. موج دوم مفهومش چیه؟ یعنی احتمال داره که دوباره همین وضعیت رو در مدت کوتاه شاهد باشیم؟ Well, that's the fear. خب این نگرانی هست که وجود داره. ممکنه همه چی دوباره دنده عقب بره و برگردیم همون جایی که بودیم. بنابراین هیچ کس طبیعتا نمیخواد که به اون وضعیت برگردیم. برنامه‌ای که باید باشه اینه که باید خیلی محتاط باشیم و خب این احتیاط ممکنه برای خیلی ها یک مقدار کلافه کننده باشه. این محدودیت ها میتونن کلافه کننده باشن در آغاز. باید دید که آیا محدودیت رو برداشتن آیا دوباره به ابتلاها به آلودگی میانجامه و دوباره به مرگ میانجامه یا نه. اگر که اینطور نشد اون وقت میتونیم بگیم که باشه، پس حالا میتونیم یه قدم جلوتر بریم، مثلا مدرسه ها رو باز کنیم، وقت اونم باعث میشه بعضی افراد بیشتری به کار سر کارشون برگردن، بعضی از بیزنس ها باز بشن، دوباره مانیتور کنیم ببینیم که وضعیت چطوریه و بعد همینطور جلو بریم. طبیعتا متاسفانه برای کسانی که دوستان از زندگی اجتماعیشون از سر بگیرن، جایی مثل رستوران ها و اینها احتمالا کم آخرین جایی باشن که دوباره باز بشن، چون افراد اونجا دور هم دیگه جمع میشن. باز این در مورد رویدادهای ورزشی هم صدق میکنه، فدراسیون های فوتبال بعضی ها میخوان که مسابقه رو بدون تماشاگر برگزار کنن، فرمول یک همینطور چیز مشابهی اعلام کرده امروز فکر میکنم در اتریش بدون تماشاگر. بنابراین همه این قدم های محتاطانه رو باید برداشت، اما نکته اساسی اینه که هر قدم رو مانیتور کنیم که ببینیم پیامدش چی هست، که اگر پیامدهای منفی داشته باشه، موارد دوباره زیاد بشن، ابتلا دوباره زیاد بشن، اون وقت میگین اوکی پس بهتره که دوباره فکر کنیم و این مرحله رو متوقف کنیم، یه قدم عقب‌تر بریم قبل از اینکه واقعا همه چیز رو دوباره باز کنیم. برای اینکه به طور بالقوه موج دوم میتونه حتی بدتر از اولی باشه. ممنونم از جورج لمنسوف، ویروس شناس در مرکز جانی نس از شهر نوریچ بریتانیا با ما. ادامه تعطیلی کسب و کارها در سراسر جهان نگرانی های زیادی به وجود آورده. همونطور که گفته شد بعضی بازگشت سریع به شرایط عادی رو ضروری میدونن و میگن که عواقب قرنطینه طولانی شاید بیشتر از تبعات شیوع ویروس کرونا باشه. همزمان لغو به برنامه محدودیت‌ها خطر به جریان افتادن موج دوم شیوع کرونا رو بالا برده. شیدا خوشمندی گزارش میدهد. اعتراض به تعطیلی بنگاه‌های تجاری در امریکا. اینجا مردم نمی‌خواهند در خانه بمانند. برای آنها از دست دادن شغلشان، از گرفتن ویروس کرونا هم ترسناک‌تر است. در مقابل آن دسته که در صف مقدم مبارزه با کرونا هستند به مردم و دولت‌ها می‌گویند قرنطینه بهترین راه حفظ جان میلیون‌ها انسان است. تنها راه به عقب انداختن اوج بحران بیماری تا زمان تولید واکسن. نتیجه تحقیق دانشگاه امپریال کالج لندن که مبنای سیاست‌گذاری دولت بریتانیا قرار گرفت نشان می‌دهد که بدون قرنطینه سراسری ظرف 3 ماه 81% جمعیت بریتانیا یا امریکا مبتلا شدند. از این تعداد هم بیش از 500,000 نفر در بریتانیا و 2,200,000 نفر در امریکا جان خود را از دست می‌دادند. همین دست تحقیقات علمی بود که بسیاری از سیاستگزاران را به سمت اجرای سیاست قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی سوق داد. اما همین پژوهشگران میگویند که سایه بحران کرونا دست کم تا زمان تولید انبوه واکسن بر زندگی میلیون ها انسان باقی میماند. بسیاری از دولت‌ها حالا نگران ادامه دار شدن قرنطینه، بیشتر شدن هزینه‌های مالی و افزایش زیان‌های اقتصادی هستند که پیامدهای بسیار خطرناکی برای انسان‌ها دارد.
دولت‌های مانند آلمان و کره جنوبی که افزون بر قرنطینه در آزمایش و شناسایی بیماران کرونا سریع‌تر عمل کردند، به زودی فعالیت اقتصادی خود را از سر می‌گیرند. اما اقتصاد کشورهایی که واکنششان به شیوع ویروس تنها قرنطینه بوده، ممکن است برای مدت بیشتری در سکون بماند. صندوق بین‌المللی پول در توصیه خود به دولت‌ها می‌گوید که قرنطینه زمانی نتیجه مثبت دارد که دولت‌ها بخواهند برای نظام درمانی خود زمان بخرند و برای درمان بیماران آماده باشند. این نهاد اما اضافه می‌کند که دولت‌ها هرچه زودتر برای بیرون آمدن از قرنطینه و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی برنامه ریزی کنند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، اگر توقف تجارت و فعالیت اقتصادی به نیمه دوم سال جاری میلادی برسد، اقتصاد جهان با بدترین بحران از زمان رکود بزرگ پیش از جنگ دوم جهانی مواجه خواهد شد. بحرانی که تبعات آن به مراتب از بحران مالی سال 2008 بیشتر خواهد بود. نگرانی از پیامدهای اقتصادی قرنطینه است که عده‌ای را مخالف طولانی شدن تعطیلی کسب و کارها کرده. برشکستگی، رکود و بیکاری ممکن است برای بسیاری مفاهیم اقتصادی باشند، اما بر جان و سلامت افراد تأثیر جدی دارند. طولانی شدن تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی یعنی افت تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمد و در نتیجه گسترش فقر. اگر آنطور که پیش بینی می‌شود، سنگین ترین رکود یک قرن اخیر در پیش باشد، عواقب تعطیلی کسب و کارها دیگر فقط اقتصادی نخواهد بود، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده و چه بسا تبعات سیاسی قابل توجهی خواهد داشت و تلفات و خسارت را می‌تواند از خود بیماری کووید 19 فاجعه بارتر شود. تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که بین آمار خودکشی و نرخ بیکاری در جهان ارتباط مستقیم وجود دارد. نمونه آن بعد از بحران مالی سال 2008 مشاهده شده، وقتی که همزمان با بالا رفتن نرخ بیکاری شمار موارد خودکشی 12% بالا رفت. در هر دو گروه مخالفان و موافقان قرنطینه افراد بسیاری هستند که برای جان و سلامتی انسان‌ها دغدغه دارند. اما پرسشی که هنوز پاسخی ندارد این است که هزینه انسانی طولانی شدن قرنطینه بیشتر است یا بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی. شیدا هوشمندی، بی بی سی. عذر می‌خوام به خاطر مشکلی که در صدای این گزارش وجود داشت، و اما سهراب سبحانی مشاور پیشین بانک جهانی و بانک آسیایی از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای سبحانی، این انگیزه اقتصادیه که خیلی از کشورها رو به طرف بازگشایی کسب و کارها سوق داده، یا اینکه واقعا زمانش رسیده و این انتخابی از روی ناگزیری نیست؟ در حال حاضر طبق آمار بین‌المللی کار، 190 میلیون انسان در تمام دنیا بیکار شدند. در همین آمریکا در هفته گذشته 4 میلیون بیکار شدند. تعداد بیکاری در آمریکا رسیده به 26 میلیون. این فشار بسیار زیادی گذاشته روی سیاستمداران که اقتصاد آمریکا رو باز کنن ایالت به ایالت، و البته با در نظر گرفتن تأثیر اون روی جمعیتی که بیشتر از نظر کرونا ممکنه آسیب ببینه. همه میگن که باید کاهش محدودیت ها مرحله به مرحله باشه. منظور چیه؟ اولویت به کدوم بخش‌های اقتصادی داده میشه؟ در حال حاضر در آمریکا صحبت روی سرمایه‌گذاری روی درست کردن پل‌هایی است که باید ترمیم بشن، جاده‌هایی است که باید ساخته بشه، چون این نوع کارها طبق قانون فدرال آمریکا مستلزم این است که اشخاصی که کار می‌کنن دستکش داشته باشن، ماسک بپوشن و حتی عینک بزنن. برای همون بخشی که مربوط میشه به ساختمان و ساختمان سازی، جاده سازی اولویت است اینجا در آمریکا. ایالت به ایالت هم البته مطرح است. ایالت مریلند استاندارش معتقد است که باید نگاه کرد به اینکه چه تعداد آسایشگاه، چه تعداد تا
تخت خواب بیمارستان هست و روی اون محور بعد اقتصاد ایالت مریلند رو باز کرد. تا اینجا اگر نگاه بکنیم به لطمه‌ای که کرونا به اقتصاد جهان زده، چه ارزیابی میشه کرد؟ شکی نیست که بزرگترین ضربه رو زده، حتی میشه گفت بزرگترین ضربه‌ای که تا به حال در تاریخ ما دیدیم. اما جالب اینجاست که به همون نسبت هم جالب و امکانات جالبی ارائه خواهد داد برای کشورهایی که بتونن این امکانات رو ازش استفاده بکنن. به طور مثال اشاره کردید به بازگشایی فولکس واگن. الان در حال حاضر تولید ماشین‌های برقی یکی از بزرگترین امکاناتی است که هر کشوری در دنیا اگر این امکان رو به دست بگیره میتونه ازش سود بسیاری برای خود و برای کشورش به دست بیاره. فرمودید که تولید ماشین‌های برقی میتونه خب سود زیادی رو عاید کشورها بکنه، ولی ربط مستقیم این به بحث کرونا چیه؟ یعنی اگر شما بتونید کارخونه رو ایجاد بکنید یا از کارخونه که امروز دارید در همین موقعی که ما با کرونا سر کله باید بزنیم بتونید ماشیناری تولید بکنید که از قدرت برق استفاده کنید، یعنی باتری باشه، این میتونه در سال آینده به مصرف کننده برسه و در شهرهایی مثل پاریس، در شهرهایی مثل لندن این ماشینا به فروش بره. یعنی اگر برنامه ریزی درست امروز انجام بشه میشه تا یک سال آینده ما شاهد این باشیم که کشورهایی و شرکتهایی بتونن از این مسئله استفاده ببرن. یکی از تخصصهای شما هوش مصنوعی است، در این زمینه کار کردید. فضایی که در این روزها شاهد بودیم این است که خیلی ها مجبورن از خانه کار بکنند، اینترنت نقشی بسیار جدیتر و مهمتر به نسبت گذشته پیدا کرده. وقتی میگید فرصت، آیا این حوزه رو هم شامل میشه؟ بله 100%. در این حوزه به خصوص که اشاره کردید که اسمش هم هست به انگلیسی Artificial Intelligence، طبق گزارش های بانک جهانی $1 تریلیون این به حساب میتونه ارزش داشته باشه. خود من جزو یک هیئت مدیره شرکتی هستم که کارمون همینه و اتفاقا در حال حاضر داریم روی این مسئله که مردمی که شاید کرونا گرفتن سرفه بکنن تو تلفن‌هاشون و از طریق همین هوشمندی کامپیوتری ما استفاده بکنیم و تشخیص بدیم که آیا این سرفه ایست مربوط به کرونا یا خیر. فکر کنین یه همچین چیزی اگه به دنیا ارائه بشه چه تأثیر مثبت و هم از نظر انسانی ولی هم از نظر مالی داشته باشه. ممنونم از سهراب صبحانی، مشاور پیشین بانک جهانی و بانک آسیایی از واشنگتن دی سی با ما. گزارش شده که دولت آمریکا قصد دارد در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را مطرح کند، در حالی که طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت این تحریم حدود 6 ماه دیگر تمام می‌شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، آمریکا می‌خواهد با این استدلال که یکی از طرف‌های توافق هسته‌ای بوده به طور یک جانبه تحریم‌های شورای امنیت را که قبل از برجام علیه ایران وضع شده بود بازگرداند. دیپلمات‌های اروپایی و منتقدان یادآوری کردند که آمریکا خودش 2 سال پیش از این توافق کنار کشیده. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد. 10 روز دیگر 2 سال می شود که رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ایران کنار کشیده. لغو برجام یکی از شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ بود و از نخستین روزهای حضورش در کاخ سفید مرتب به آن می تاخت. کمتر از 1.5 سال بعد از آغاز ریاست جمهوریش رسماً آن را ترک کرد. توافق تهران و 6 قدرت جهانی برای کاهش فعالیت هسته‌ای ایران همزمان با کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌ها. حالا روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دولت آمریکا قصد دارد از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تحریم تسلیحاتی ایران را که حدود 6 ماه دیگر تمام می شود به طور نامحدود تمدید کند.
اقدامی که البته انتظار می رود چین و روسیه دو همپیمان عمده ایران وتو کنند. اما طبق این گزارش در این صورت آمریکا می خواهد استدلال کند طبق قطعنامه 2231 که برگی رسمی بود بر توافق هسته‌ای، ایالات متحده یکی از مشارکت کنندگان در برجام بوده و از بندی از این قطعنامه استفاده کند که به شش کشور طرف توافق فرصت می دهد در صورت عمل نکردن ایران به تعهداتش هر کدام بتوانند به طور یک جانبه تحریم های شورای امنیت مربوط به قبل برجام را بازگرداند. فارغ از قید وتو، معروف به سازوکار ماشه. با ادامه فشارهای آمریکا و ناتوانی اروپا از تأمین نظر مقامهای تهران برای حفظ معاملات تجاری طبق برجام، جمهوری اسلامی از یک سال پیش شروع کرد به کاهش عمل به تعهدات برجامیش. با ارجاع به بندی از توافق هسته‌ای که در صورت کوتاهی یکی از طرفین در عمل به اجرای آن، طرف دیگر هم میتواند از تعهداتش بکاهد. ایران گام به گام از این تعهدات کم کرد تا ابتدای زمستان گذشته که اعلام کرد دیگر هیچ محدودیتی برای فعالیت هسته‌ای‌اش در نظر نمی‌گیرد. بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به دست آمریکا، مقام‌های واشنگتن پیشنویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را به طرفین اروپایی و همینطور عربستان و امارات نشان دادند. ولی به احتمال زیاد روسیه و چین آن را وتو می‌کنند که در آن صورت دولت آمریکا با اشاره به افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده ایران خواستار بازگشت تحریم‌های قبل برجام می‌شود. حتی برخی حامیان فشار بر تهران هم درباره این استدلال حقوقی ابراز تردید کردند و منتقدان دولت دونالد ترامپ گفتند استفاده از این مکانیزم ماشه یکی از دلایل مخالفتشان با اقدام آمریکا برای ترک برجام بوده. ولی حامیان این راهبرد حقوقی میگویند چون در قطعنامه شورای امنیت نام ایالات متحده به عنوان یک مشارکت کننده در برجام ثبت شده، پس آمریکا همچنان میتواند از مفاد آن برای بازگرداندن تحریم‌ها استفاده کند. هرچند دو سال پیش که دولت آمریکا رسماً از توافق هسته‌ای خارج شد، عنوان رسمی اطلاعیه کاخ سفید در این باره توقف مشارکت در برجام بود. جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم در توییتر واکنش نشان داده. نوشته که سیاست فشار حداکثری آمریکا برای به زانو درآوردن ایران شکست خفتباری خورده و حالا می‌خواهد مشارکت کننده در برجام باشد. خطاب مقام‌های آمریکا گفته دست از خیال پردازی بردارید، ملت ایران همیشه خودش برای سرنوشتش تصمیم می‌گیرد. مقام‌های ارشد دولت آمریکا پیگیرانه تحریم‌های ثانویه را دارند اجرا می‌کنند و با وجود مخالفت‌های طرفین دیگر برجام توانستند ظرف این دو سال صادرات نفتی و پتروشیمی ایران را محدودتر از همیشه کنند. حتی خیلی از خریداران همیشگی صادرات ایران حالا قراردادها را لغو می‌کنند. بدون بازگشت تحریم‌های شورای امنیت هم فشار بر تهران بیش از دوره قبل برجام است. اما اگر هم چنین اقدامی تأثیر آنقدر مضاعفی نداشته باشد، ولی ممکن است بتواند مقام‌های ایران را به تسریع فعالیت‌های هسته‌ای تشویق کند که خود به افزایش فشارها فراتر از دولت آمریکا منجر شود. طبق برجام ما موظف بودیم که مقام‌های ارشد ایران گفتند که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت خط قرمز آنهاست. باید خیلی صریح و قاطع عرض بکنم، همونطوری که رئیس جمهور هم خیلی صریح فرمودن، اگر در این فاصله، در این مراحل گام به گام، کشورهای چهار اضافه، کشور برجام یا هر یک از اونها به تنهایی یا هر کشور دیگری، آمریکایی که خارج هست، به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه بکنن، قطعنامه‌های گذشته رو سعی بکنن برگردونن یا قطعنامه‌های جدیدی علیه ایران صادر بکنن، به هر حال موضوع ایران رو برگردونن به شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران یک پاسخ قاطع و محکم خواهد داد. این پاسخ رو رئیس جمهور در نامه خودشون کاملا ذکر کردن، ابعادش رو گفتن، چون خودشون ترجیح دادن که امروز بازش نکنن و فقط بگن که در نامه من براتون نوشتم، بنده هم و همین قد کفایت میکنم. ولی کشورهای برجام میدونن که اگر که قطعنامه های شورای امنیت خط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست، این خط قرمز رعایت بشه، برجام به طور کامل از بین خواهد رفت، به اضافه اقدامات دیگری که جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد. یک گام دیگر به سوی افزایش تنش ها بین تهران و واشنگتن، رویارویی که به احتمال زیاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقم خواهد خورد که در میانه پاییز برگزار می شود. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، از واشنگتن دی سی با ماست. و همینطور دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل و مدرس در دانشگاه لاهه، از همین شهر. آقای واعظ، شما چی فکر میکنید؟ آیا آمریکا هنوز میتونه از برجام استفاده کنه؟
ببینید، بیشتر از اینکه این یک موضوع حقوقی باشه، یک موضوع سیاسی است. همونطور که در گزارش شما هم بود، به هر حال آمریکا با توجه به اینکه دیگه شرکت کننده در برجام حساب نمیشه، واقعا باید یک تفسیر بسیار عجیب و غریب از متن برجام بکنه که بخواد برگرده و از این حق در استفاده کنه برای اینکه تحریم ها رو برگردونه. ولی با توجه به اینکه آمریکا عضو دائم شورای امنیت هست، به هر حال امکان داره که بتونه این کار رو انجام بده. ولی خب هم چین و هم روسیه گفتن که مشروعیتی برای این تحریم ها قائل نخواهند بود و ایران هم دوباره همونطور که در گزارشتون بود تهدید کرده که نه تنها از برجام خارج میشه، ولی همچنین این احتمال وجود داره که از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هم خارج بشه و بنابراین تبعات این اقدام تبعات بسیار ناگوار و دشواری خواهند بود. آیه گلی، شما چی فکر میکنید؟ درود بر شما آقای واعظ و بینندگان. همونجور که آقای واعظ مطرح کردن، امریکا این امکان رو داره چون که عضو شورای امنیت هست. بحث برجام زمینه اول قطعنامه 2231 شورای امنیت هست که این قطعنامه توسط اعضای دائمی اون که آمریکا هم جزو اون هست امضا شده، تصویب شده و 7 صفحه نخست این قطعنامه که 30 بند هم داره به قطعنامه برمیگرده و بعد برجام به عنوان یک اقدام مشترک، برنامه اقدام مشترک حدود چندی ماه حتی بعد از تصویب این قطعنامه اجرا شد و امریکا از برجام بیرون اومده، ولی اینکه هنوز در قطعنامه نیست به نظر من خوانش دقیقی نیست و این رو تقریبا میشه بگیم خیلی ها توافق نظر دارن سرش. البته این طرحی که آقای پومپئو مطرح کرده به گمان من دلیل دیگه ای داره و به علاوه این که آقای موسوی ژانویه گذشته میدید چه کشور اروپایی که عضو هنوز برجام هستن بیانیه ای صادر کردن که در اون بیانیه ادعای جمهوری اسلامی رو رد کردن برای استفاده از مکانیزم ماشه، مکانیزم حل اختلاف بند 36 برجام و مطرح کردند که ما عملا از مکانیزم ماشه استفاده کردیم، یعنی سه کشور اروپایی نزدیکتر هستند به مواضع امریکا. و حالا اگه دوست داشتید میتونم توضیح بدم که به نظر من برنامه آقای پومپئو برای طرح این قطعنامه چیز دیگری است. دقیقاً، خیلی نکته خوبیه. من میخوام دیدگاه آقای واعظ رو هم در همین زمینه بپرسم، به شما برمیگردیم. جدا از نیتی که الان از طرف آمریکا عنوان میشه، آیا نفس بازگشت به برجام پاسخی مثبت میتونه تلقی بشه به درخواست جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی گفت بیاین برگردیم به برجام. گمان نمی‌کنم، برای اینکه بازگشت به برجام رو آمریکا به این معنا نمیگه که بخواد برگرده به تمام تعهداتش و بخواد تحریم‌ها رو برداره برای اینکه بتونه اون وقت از این حق استفاده بکنه. آمریکا معتقد هست که به این علت که در متن قطعنامه 2231 گفته شده که شرکت کنندگان اصلی برجام این 6 کشور به علاوه ایران هستند، که اون حق رو هنوز داره با توجه به اینکه حتی در متن اعلامیه آقای ترامپ هم از کلمه حقوقی پایان بخشیدن به شرکت آمریکا در برجام استفاده شده. به نظر میاد آقای پومپئو و تیم حقوقیشون فکر میکنن این امر مهمی نیست، ولی این به شدت در شورای امنیت به چالش کشیده خواهد شد، به خصوص که در نظر بگیرید بند 36 و 37 برجام تنها در صورتی اجازه میده که تحریم های سازمان ملل از مکانیزم ماشه در موردشون استفاده بشه که کمیسیون مشترک این موضوع رو مورد بررسی قرار داده باشه و از کمیسیون مشترک در واقع بیاد به شورای امنیت. و چون آمریکا دیگه عضو کمیسیون مشترک نیست، در این مورد بحث خواهد بود که آیا واقعا آمریکا میتونه این کارو بکنه یا نه. و حالا خواهناخوا همونطور که گفتم واقعا موضوع حقوقیش تحت تاثیر موضوع سیاسی قرار خواهد گرفت و باعث خواهد شد تحریم‌های سازمان ملل به شکلی برگردن، حتی اگر برگردن، که از مشروعیت بین‌المللی برخوردار نباشن. بسیار خوب. آقای گلریز، شما گفتید که در مورد نیت آقای پومپئو از طرح چنین موضوعی میخواید صحبت بکنید. بله.
ببینید، اولا اینکه همونجور که عرض کردم خدمتتون، اجازه بدید من این توضیح رو بدم که نکته مهمیه که امریکا هنوز میتونه به عنوان عضو شورای امنیت قطعنامه 2231 رو میدونید موضوع بحثش قرار بده. به علاوه اینه که همونجور که عرض کردم خدمتتون، نکته مهمتر اینه که ژانویه گذشته با رد کردن پنج گام جمهوری اسلامی برای کمتر کردن تعهدات برجامی، سه کشور اروپایی عملاً مکانیزم معاشره رو و حل اختلاف از طریق کمیسیون مشترک آقای واعظ مطرح میکنن، استارت زده، شروع کردند. به علت میدونید ویروس کرونا و همه گیریش هستش که الان فعلا عقب افتاده، ولی در این ارتباط این آغاز شده. به گمان من کاری که آقای پومپئو میخواد بکنه برگشتن لزوماً به تعهدات برجامی امریکا نیست، بلکه کاری که میخواد بکنه اینه که در مورد موضوع تسلیحات و میدونید فروش تسلیحات هم به ایران و هم از طریق ایران که طبق برجام اکتبر 2020 یعنی چند ماه آینده دیگه محدودیتش برداشته میشه، قطعنامه ای رو ببره اونجا و این قطعنامه اگر هم وتو بشه که من شانسش رو خیلی زیاد نمیبینم، قطعنامه ای که عملا بگه ایران اجازه نداره که تسلیحات صادر کنه یا تسلیحات وارد بکنه، تسلیحات متعارف. و بعد از این اگر این وتو بشه توسط چین و روسیه که من گمان نمیکنم، بعد اون وقت خیلی راحت تر میتونه کشورهای دیگر رو برای سیاست‌های آینده خودش، برای زیر فشار گذاشتن بیشتر، برای شاید حتی استفاده از کشور اروپایی که بشه مکانیزم معاشره رو عملی بکنن، اون وقت میتونید جو سیاسی خیلی آماده تر خواهد بود. یادمون باشه که حتی چین و روسیه هم همواره در مورد قطعنامه‌های گذشته در عمل همراهی کردن با امریکا و همپیمانانش. در حال حاضر حتی میدونید 90% واردات نفتی چین از ایران هم کاهش پیدا کرده، رسیده به 80 میلیون بشکه در روز. یعنی فضای سیاسی برعکس اون چیزی که شاید خیلی ها دوست دارن، اون چیزی نیستش که به نفع جمهوری اسلامی باشه و امریکا داره برنامه ریزی میکنه که در طول چند ماه آینده این فضا رو هرچه بیشتر به طرف اعمال مکانیزم معاشره هدایت بکنه. فرمودید 80 میلیون بشکه در روز که تصور میکنم 80 میلیون دلار. بله 80 میلیون دلار بود فکر میکنم در یک ماه اخیر، و معلوم هم نیست که البته چین این پول رو به ایران پرداخته باشه یا نه به خاطر مسائل بانکی و تحریمی که هست. در هر صورت بحث نگرانی از پایان تحریم تسلیحاتی از طرف آمریکا، آقای واعظ مدت هاست مطرح، آقای گلریز هم بهش اشاره کردن. ایران در خرید اقلام بسیار ساده دچار مشکله، در گرفتن پول نفتی که بسیار هم الان به شکلی ناچیز فروخته میشه دچار چالشه. چرا آمریکا اینقدر نگرانه؟ این نگرانی بیشتر از طرف متحدین آمریکا در منطقه هست که فکر میکنن به هر حال ایران همین حالا هم بدون دسترسی به تسلیحات متعارف دست بالاتر رو در منطقه داره از لحاظ نفوذش در عراق، سوریه، یمن، لبنان، و فکر میکنن که اگر ایران به تسلیحات پیشرفته تر هم دست پیدا کنه توازن قدرت در منطقه بیشتر به نفع ایران عوض خواهد شد و اونها به آمریکا فشار میارن که آمریکا جلوی این کار رو بگیره. اما واقعیت این هست که ببینید روسیه و چین هر دو الان ماه هاست که با ایران در حال مذاکره در مورد فروش تسلیحات هستند و در برخی از موارد از پولهای نفتی که در چین هست و امکان بازگشتش به ایران وجود نداره ممکن هست استفاده بشه. در مورد روسیه از سواپ نفتی صحبت شده بود در گذشته، و به هر حال این هر دو کشور مایل هستند که به ایران تسلیحات بفروشند و بنابراین به گمان من به احتمال غریبه به یقین قطعنامه‌ای رو که آمریکا برای تمدید این در واقع منع فروش تسلیحات به ایران در سازمان ملل داره رو وتو خواهد کرد. اما واقعیتش این هست که قسمت دیگر این ماجرا که فروش یا در اختیار قرار دادن تسلیحات توسط ایران به متحدین منطقه ایش هست واقعا امر بی ربطی است، برای اینکه اگر فکرش رو بکنید به هر حال همین حالا هم آمریکا ایران رو متهم میکنه به اینکه تسلیحات در اختیار حوثی های یمن یا نیروهای شبه نظامی در عراق و سوریه و لبنان قرار میده،
و بنابراین به نظر میاد که قسمت فروشش واقعا تحت تاثیر تحریم‌های سازمان ملل نیست، بیشتر قسمت خریدش هست که مطرح هست. ولی این هم یک تبعاتی داره، اون هم این است که خب تا زمانی که ایران نتونه مثل کشورهای دیگه، شما ببینید عربستان و امارات و اینا میلیاردها دلار تسلیحات در سال می‌خرن، تا زمانی که ایران دسترسی به اینها نداشته باشه سرمایه گذاریش اصلیش روی برنامه موشکیش میکنه که خب آمریکا از اون هم ناراضی است. وقت زیادی نداریم آقای گلریز، خیلی کوتاه لطفاً به نظر شما در نهایت زمان به نفع ایرانه در ماجرای برجام و تحریم یا به نفع آمریکا؟ بستگی داره که نفع رو شما چجوری تعریف بکنید. ببینید برجام و توافق برجام یک پنجره 4 ساله‌ای رو به سمت جمهوری اسلامی باز کرد برای اینکه تبدیل به یک حکومت عادی بشه و این امید رو داشتن کشورها که واقعا هم در خاورمیانه و هم در تحولات و میدونید اصلاحاتی که میتونه در داخل انجام بشه، این تحولات باعث بشه که ایران به عنوان یک کشور، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت عادی بتونه در جامعه بین‌الملل عمل بکنه. یعنی 3 سال اول آقای اوباما، 3 سال دوم آقای اوباما و 1 سال دوران ریاست جمهوری ترامپ. ولی خب جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده نکرد و همون جور که مردم ایران بعد از دی 96 دلسرد شدن از اصلاحات، از تغییرات بنیادین به نفع خودشون، جامعه بین‌الملل هم میدونید همین احساس رو داره و به نظر من این که جمهوری اسلامی به طرف بمب هسته‌ای حرکت بکنه، میدونید دیگه این الان فرق میکنه با قدیم. الان دیدیم که چطور اطلاعاتی رو در دست داشت امریکا که تونست قاسم سلیمانی رو در عراق بعد از فرود هواپیماش بکشه و اطلاعات گسترده‌ای، همچنین مسئله پیدا کردن اورانیوم غنی شده در سایت هایی که در جاهایی که به آژانس ارائه داده نشده بود. آژانس در گزارش اخیر خودش دوباره اشاره کرد به اینکه ما اورانیوم پیدا کردیم در جاهایی که نبایستی می بودند و حتی به ما اطلاع داده نشدند. و همه اینها نشون دهنده اینه که اون امیدی که هم مردم ایران داشتند و هم کشورهای دنیا، این امید هر روز کمتر شده و اگه از این جهت بخوایم نگاه بکنیم طبیعتاً به ضرر جمهوری اسلامی. ممنونم از دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل، و علی واعظ، مدیر پروژه بحران در پروژه ایران در گروه بین المللی بحران. وزیر صحت افغانستان میگوید در صورتی که مردم توصیه های بهداشتی درباره جلوگیری از ابتلا به کرونا را رعایت نکنند، در 3 هفته آینده شیوع این ویروس به اوج خود خواهد رسید. فیروزدین فیروز گفته که محدودیت رفت آمد هم تا آخر ماه رمضان ادامه می‌یابد. آمار رسمی مبتلایان در افغانستان به بیش از 1700 نفر رسیده و دست کم 57 نفر هم جان باختند. آقای فیروز در مصاحبه با علی حسینی خبرنگار ما در کابل گفته که شاید هزاران نفر دیگر در این کشور به کرونا مبتلا باشند. طوری که امروز اعلان شد حدود 1,103-1,104 نفر مصاب شده، اما این همو تپ است، همو نقطه است که معلوم میشه. اما وقتی که خود سیر اپیدمی را در افغانستان میبینیم، سعیست که شاید به هزارها نفر دیگه هم مصاب باشه و تعداد واقعات مرگ هم ما تا امروز گفتیم 50 نفر است، احتمالا بیش از 200 نفر باشه. اما وقتی که جریان اپیدمی را میبینیم، به او پیمانی که اپیدمی ما را آسیب پذیر میساخت، الحمدلله شاید به دلایل مختلف آسیب پذیر نساخته، و به او پیمانی که مرگ به شکل کتلوی در افغانستان اتفاق نفتیده و اهتمامات به شکل جدی بالای خود تطبیق کنیم، من مطمئن هستم که اپیدمی به شکل همین بتیش به پیش خواهد. و اگر نشوه ما شاید بحران بسیار کلان خواهیم بود، و چون انتشار مرض از فرد به فرد است، حتی از محیط به فرد است، از طریق تماس است، و در صورتی که به وجودی که وجود داره شاید از آرها واقعی زیر آب مخفی سیر کنه، یا کسایی هستند که وایرس دارن از خود اعراض و علائم نداره، میتونه به حیث ناقل که در جامعه موجود باشه این خطر موجود است، و احتمال از این وجود داره که اپیدمی یا این پاندمی به حالت بسیار پیامد داره که ورس که سناریو را در افغانستان زمینه احتمالش موجود است. آقای وزیر، مشخص است که ما به اوج وضعیت کرونایی اگر اصطلاحاً بگیم نرسیدیم، در کدام مرحله قرار داریم حالا با توجه به تجربه دیگه کشورها؟ ما هنوز هم در مرحله شیوع هستیم، هنوز به پیک حادثه نرسیدیم، به اینکه هر کشور بر خود یک منحنی یا یک کرو اپیدمی تشریح کردن، بیان کردن، و اگر بتانیم همین احتمامات جدی مد نظر بگیریم، احتمال عزیز که امیر ما به ایسی پیک حساب کنیم.
اما اگر توجه نکنیم احتمال ازی وجود داره که در ظرف دو سه هفته اخیر ما باید به پیکی که توقع داریم به او باید برسیم. چقدر احتمال داره که قرنطینه کابل وارد مرحله دیگری شود؟ یک دفعه سه هفته بود بعد دوباره دو هفته، احتمال تداوم قرنطینه وجود داره؟ در صورتی که تعداد واقعات بیشتر شود، در صورتی که تعداد تستاره با وجودی که ظرفیت بیشتر کردیم و بیشتر ساخته میریم، اگر ببینیم که هنوز هم مرض سیل سعودی داره، در او صورت بازم پیشنهاد ما ایست که به قرنطینه ادامه بدیم، خصوصا در ماه مبارک رمضان. اگر وضعیت بر او طوری که پیش بینی میکنیم که خوب شوه و نشوه، چقدر نگران هستینی که منابع مالی یا منابع تجهیزاتی به دست نیاید؟ نگرانی در زمینه وجود داره؟ بدون شک اگر بحران کلان شوه، مشکلات بسیار عدیده پیش روی ما خواهد آمد، چون ما به او پیمانه زیر ساختاری که ضرورت است، اقتصادی که ما باید بس خود داشته باشیم، همو فرهنگی که باید حاکم باشه، برعکس عطای نظام چون مخالفین هم داره، جنگ هم در کشور جریان داره، فقر هم بیش از 60% وجود داره، دیگه اینی خطراتی هست که دولت ما با او مواجه است. گفتگوی همکارم علی حسینی بود با فیروزدین فیروز، وزیر سطح افغانستان. بی بی سی فارسی چهار روز اول هفته از شنبه تا سه شنبه متخصصانی رو دعوت میکنه تا به نگرانی‌ها و سوالات شما درباره کرونا پاسخ بدن. نازنین معتمدی تهیه کننده برنامه 37 درجه این بار پرسش‌های شما در مورد آزمایش‌های تشخیصی کرونا را از دکتر گلرخ جاوید سپهر پرسیده. چرا حساسیت و دقت بعضی از تست‌های کرونا کمتر از بقیه است؟ از کجا بفهمیم جواب آزمایشمون مثبت کاذب یا منفی کاذب نیست؟ خیلی ممنون که سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس برای تلگرام بی بی سی فارسی می‌فرستید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مهمون امروز ما دکتر گلرخ جاوید سپهر هستند، پزشک و فوق تخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی از ماساچوست آمریکا. خیلی ممنون دکتر جاوید سپهر. سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. میهن پرسیده الان معتبرترین تست هایی که گرفته میشه برای کرونا چیه؟ PCR، CT اسکن ریه یا تست آنتیبادی؟ اصولا چه فرقی با هم دارند؟ تست های PCR، این تست ها در واقع وجود و یا عدم وجود ویروس رو در نمونه‌ای که از مریض گرفته میشه با ردیابی ساختار ژنتیکی یا RNA ویروس به ما نشون میدن. نمونه‌ای که برای این تست استفاده میشه معمولا توسط یه سواب که در واقع یه وسیله ساده شبیه گوش پاک کنه بلند هستش انجام میگیره نمونه برداری. معمولا نمونه از طریق از منطقه نیزوفارنگ که در واقع بالا و پشت بینی هست یا ته حلق انجام میگیره و یا هر دو، و این تست داخل یک محلول مخصوص قرار میگیره و به آزمایشگاه فرستاده میشه برای انجام PCR و ردیابی RNA ویروس. تست گروه دوم تست های آنتیبادی هستن که این تست ها در واقع روی خون انجام میگیرن و در واقع پاتن یا آنتیبادی که در بدن بر علیه ویروسی که باش مواجه شده رو اندازه گیری میکنن. در تحقیقات نشون دادن که تراکم ویروس در منطقه بینی و پشت حلق بین روزهای اول تا هفتم پس از شروع علائم بیشترین مقدار رو داره. بنابراین بین روز اول تا هفتم حساسیت این تست های PCR بین 60 تا 70 درصد هستن. تست های آنتیبادی دیرتر پاسخ میدن و به خاطر اینکه بدن وقتی که با ویروس جدید مواجه میشه یه مقدار طول میکشه تا پاتن یا آنتیبادی ها رو تولید کنه. مطالعات نشون دادن که روز هفتم تا یازدهم بعد از شروع علائم زمانی هستش که ایمینوگلوبولین M در خون اکثر افراد قابل اندازه‌گیری هست و حدود 14 روز بعد از شروع علائم زمانی هست که ایمونوگلوبولین G قابل اندازه‌گیری میشه در اکثر افراد. بنابراین اگر این تست در زمان حاد بیماری یعنی قبل از روز هفتم انجام بگیره حساسیت کمتری داره. دکتر جاوید سپهر، سی تی اسکن ریه چطور؟ دقت و حساسیتش چطوره؟ سی تی اسکن ریه به تنهایی بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر ما در دسترس داریم به تنهایی برای تشخیص توصیه نمیشه. دلیلش چیه؟ بیماری های ویروسی دیگه میتونن علائمی که در سی تی اسکن بیماران مبتلا به کووید 19 هستن و
نشون بدن و همچنین ممکنه بیماری مبتلا باشه به این بیماری ولی هنوز تظاهرات ریوی در سی تی اسکن مشخص نباشه و توصیه در حال حاضر این هستش که برای تایید بهترین تستی که در حال حاضر ما داریم و میتونیم استفاده کنیم تست پی سی آر هستش. سامان پرسیده در خبرها اومده بود که قرار تست کرونای سری بیاد که هر کسی در خونه خودش انجام بده و جوابش رو بگیره. آیا این تست به مرحله تولید رسیده؟ بله این تست ها به مرحله تولید رسیدن. شرکت های بسیار زیادی الان این تست ها رو درست کردن و وارد بازار کردن. این تست ها به طور کلی بر دو اساس کار می کنن. یه گروهشون هستن که پروتئین یا آنتیژن ویروس رو در نمونه ای که از مریض گرفته میشه ردیابی میکنن. نمونه هایی که برای این تست ها استفاده میشه نمونه های ترشحات تنفسی یا سواب بینی هستش. دسته دوم این تست های سری تست هایی هستن که وجود پادتن یا آنتیبادی رو در خون افراد اندازه گیری می کنند که مقدار خون بسیار کمی احتیاج هست در این تست های سری. چند قطره خون از سر انگشت فرد کافی هستش برای انجام تست و این تست ها معمولا به سرعت جواب میدن، بین 5 دقیقه تا نیم ساعت جوابشون حاضر میشه. این تست ها الان وارد بازار شدن ولی آخرین اطلاعی که سازمان بهداشت جهانی صادر کرده این هستش که این تست ها به تنهایی نباید برای تصمیم گیری های بالینی و تشخیصی استفاده بشن با اطلاعاتی که در حال حاضر ما داریم. مصلح سوال کرده این که میگن بعضی تست ها دقت و حساسیت کافی نداره یعنی چی؟ پس از کجا بفهمیم که مثلا اگه تست منفی در اومده خطاست یا صحیحه؟ این تست منفی کاذب و مثبت کاذب در تست های مختلف به دلایل متفاوتی اتفاق میفتن. مثلا برای تست PCR تحقیقات نشون داده شده که مثبت کاذب بسیار کم هستش به خاطر اینکه ما در واقع ساختار ژنتیکی ویروس رو ردیابی میکنیم در نمونه افراد، ولی باز هم مثبت کاذب میتونه در PCR اتفاق بیفته اگر که در حین نمونه برداری یا در حین انجام آزمایش نمونه فردی که بیماری رو نداشته آلوده بشه. و یکی از مهمترین عوامل منفی شدن کاذب این تست های PCR نحوه نمونه گیری هستش. نمونه گیری این تست ها با وجودی که به نظر ساده میان به وسیله یه سواب از بینی یا ته حلق پیچیدگی خودشونو دارن. فردی که این نمونه ها رو میگیره باید تخصص کافی داشته باشه در انجام این تست و اینکه حتی سوابی که استفاده میشه باید سواب مخصوص باشه به این مفهوم که دیده شده سواب هایی که چوبی هستن یا سواب هایی که آغشته به موادی هستن که ویروس رو غیر فعال میکنن باعث منفی شدن تست به صورت کاذب میشن. همچنین محلولی که تست درش قرار میگیره، دمایی که این تستی که انجام شده توش نگهداری میشه تا به آزمایشگاه برسه، مدت زمانی که این تست یعنی در واقع این تست انجام شده ولی ما منتظر هستیم که آزمایشگاه این تست رو انجام بده، تمام اینا مراحلی هستن که هر کدومشون اگه درش اشتباهی اتفاق بیفته باعث ممکنه بشه که تستمون به صورت کاذب منفی بشه. یکی دیگه از عواملی که میتونه باعث منفی شدن تست PCR به صورت کاذب باشه زمان نمونه برداری هست. همونطوری که خدمتتون عرض کردم تراکم ویروس در ناحیه ته حلق و بینی بیشترین تراکم ویروس در روز اول تا هفتم داره. بنابراین اگر که ما این نمونه برداری رو دیرتر انجام بدیم احتمال اینکه منفی کاذب بشه تست هست. دکتر جاوید سپر حمید سوال کرده که آیاش تحقیق انجام شده که چند پی پی ام از ویروس کرونا باید وارد ریه یه نفر بشه تا فرد آلوده بشه؟ ببینید در ویروس شناسی اصطلاحی هست به اسم دوز عفونت‌زایی یا infectious dose. این در واقع میانگین تعداد پارتیکل هایی که از یه ویروس احتیاج هست که باعث بیماری بشه در فرد رو اندازه گیری میکنه. ما اندازه گیری برای تمام ویروس ها رو نداریم به خاطر اینکه این بسیار کار سختی هست، هم از نظر تکنیکی هم از نظر اخلاقی و برای ویروس کووید 19 این اطلاعات وجود نداره، ولی بر اساس شواهدی که هست
به نظر میرسه که این دوز باید خیلی پایین باشه. خیلی ممنون دکتر جاوید سپهر. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما برای ما بفرستید. هشتگ از ما بپرس رو فراموش نکنید. در نیکاراگوئه با وجود کرونا نه تنها لیگ فوتبال ادامه دارد، بلکه یک تورنمنت بزرگ بوکس هم با حضور چند هزار تماشاگر برگزار شده. عده‌ای دولت و مقام‌های ورزشی نیکاراگوئه را به سوجویی و سیاسی کاری متهم می‌کنند. پوریا جعفر گزارش می‌دهد. اینجا همه چیز عادی به نظر می رسد، فقط یک ماسک به چهره ها اضافه شده. پوشش وزن‌کشی 8 مبارز بوکس در ماناگوا پایتخت نیکاراگوئه، تنها مسابقه ورزشی حرفه‌ای که در این لحظه در قاره آمریکا در جریان است. در حالی که بیشتر جمعیت کره زمین گرفتار ویروس کرونا هستند، آمار رسمی مبتلایان در نیکاراگوئه 11 نفر و جان باختگان هم 3 نفر. دو تا امدادگر دم سالن داریم که با دماسنج چک میکنن دمای بدن تماشاگرها چقدره. اگه تب داشته باشی نمیتونی بیای تو. میخوایم مطمئن بشیم که همه اونایی که داخل سالن هستن سالمن. بوکسورا هم خوشحال که بعد از مدت‌ها روی رینگ میرن و پولی گیرشون میاد. خیلی برای مسابقه انگیزه دارم. آخرین باری که تو رینگ مبارزه کردم پاییز قبل تو انگلیس بود. این مدت همش یا استراحت کردم یا داشتم تو باشگاه تمرین میکردم. به ما خیلی توجه خواهد شد چون الان فقط نیکاراگوئه است که بوکس داره. برای ورود به ورزشگاه اول کفش تماشاگرها ضد عفونی میشه، بعد با تب سنج دمای بدنشون رو اندازه میگیرن و اگر تب نداشتن دست آخر بهشون مایع ضد عفونی دست و یک دستکش میدن. ولی بعضی‌ها فکر می‌کنن این کارها برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 کافی نیست. مقام‌ها می‌خوان با برگزاری این مسابقه‌ها نشون بدن که تونستن ویروس رو کنترل کنن و نظام بهداشتی کشورم متعهدانه داره کارش رو انجام میده. به نظر من ولی کارشون غیر مسئولانه است. اونا میگن مثلا دست‌ها رو می‌شورن، مایع ضد عفونی میدن و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت میکنن. اما این تماشاگرها چه جوری باید به سالن برسن؟ همه باید سوار اتوبوس بشن و اونجا نمیشه فاصله داشت. اگر میخوان مسابقه رو برگزار کنن چرا بدون تماشاگر برگزار نمیکنن و همه هم از تلویزیون ببینن؟ برای اونهایی که میخوان وارد سالن بشن از تماشاگر گرفته تا برگزار کننده و بوکسور و مربی زدن ماسک اجباریه. با رعایت کردن فاصله گذاری اجتماعی، چینش صندلی های کف سالن و همینطور روی سکوها هم عوض شده. فقط دو بوکسور هستند که در صورت توافق طرفین اجازه دارند موقع مسابقه ماسک های خودشون رو بردارن. شرایط جدید دیدن یک مسابقه که تا همین چند ماه پیش غیر قابل باور به نظر می رسید. ولی انگار همه باید خودشون رو با این شرایط جدید حداقل برای یک مدتی هم که شده عادت بدن تا موقعی که در مبارزه اصلی بین بشر و کرونا این دست انسان‌ها باشه که به عنوان برنده بالا میره. پوریا جعفر، BBC. ممنونم از همراهی شما.